خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با سلام خدمت آقای پرویز مینویی از تگزاس. خیلی خوشحالم که باز هم دوشنبه دیگر آمد و ما با آقای مینویی هستیم. همونجوری که در برنامه خودم هم گفتم، دوستان اگر در حین برنامه صحبتی، سوالی، نظری دارید، میتونید روی فیسبوک بنویسید، میتونید حتی به شماره تلفن اینجا، به شماره تلفن خود آقای مینویی هم تماس بگیرید، پیام بذارید تا در برنامه‌های آینده در مورد صحبت بشه. و اگرم راحت‌تر هستید که ایمیل بنویسید، با ایمیل info@mardomtv.com یا حتی parvizminui@mardomtv.com ارسال کنید، ما با ایشون در تماس هستیم در طی هفته. آقای مینویی خیلی خوش آمدید. خبر جدیدی که در آمریکا هست، دو تا موضوع. اولا ایران میگن دلار باز هم ارزان‌تر شده و میگن باز هم یک بار دیگه آخوندها با اون زیرکی، پدرسوخته بازی، هر چیزی که اسمش رو میذارین شیطنت، تونستن از این مهلکه جون سالم به در ببرن. حتی به جای رسیدن که تهدید میکنه آقای روحانی، میگه اگر کسی نفت خلیج فارس رو به اصطلاح نیذاره صادر بشه، ما نمیذاریم هیچ نفتی اینجا اونجا صادر بشه. حتی دیروز شنیدم باز گفته بود که آقای ترامپ، شما که این تحریم ها رو شدیدتر میکنید، یادتون باشه که اگه ایران رو ضعیف کنید، پاکستان و افغانستان و اینها از لحاظ مواد مخدر و قاچاق اسلحه و فلان اینها در منطقه قوی میشن و منافع آمریکا به خطر میفته. باز از طرفی شنیدیم که شلوغی های فرانسه، وقتی که آقای ایمانوئل مکرون گفت که من میام با اینها صحبت میکنم، از این ور آقای ترامپ گفت اینها یک رئیس جمهوری میخوان مثل من. و آخوندها هم امروز دیدم و خوندم که اونام گفتن آقا رئیس جمهور مثل شما چیه، اینها دارن انقلاب اسلامی میکنن. اینها چیزایی بود که من دیدم و شنیدم. حالا شما درباره هر چیزی که میخواین، برنامه مال شماست، من هم شنونده و بیننده مثل دیگر دوستان. بفرمایید، با شما هستیم. آمین. درود بر جناب سروی عزیز، درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم هر هفته روزهای دوشنبه. البته پایه این برنامه اینجوری بود که بس پایه سوال جواب باشه، یعنی گفتگو باشه، یعنی مثلا یک مطلب مطرح بشه، من یه پاسخ بدم یا مثلا نظرم بگم یا مطلب دیگری از سوی بینندگان مردم تیوی. ولی خب متاسفانه بینندگان مردم تیوی چیز نکردن، یه همت نکردن و نظرات خودشون رو بیان نکردن که منم یا بیاموزم یا اگر نظری دارم بگم در موردش. خب مطالبی که آقای سوربی گفتن اخبار روزه و خب دیگه مثلا من چی بگم؟ بگم مردم فرانسه دارن انقلاب اسلامی میکنن؟ خب هر کسی به این موضوع میخنده دیگه، اینکه اونا انقلاب اسلامی چه میکنن؟ با دولتشون یه اختلافی دارن، تظاهرات میکنن بر علیه دولت خودشون، کجا پرچم اسلام رو دست گرفتن، کجا یا الله 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 دهن پا گفتن. این موضوع تموم شد دیگه، تو ایران هم کسی نمیگه لا اله الا الله، چه برسه به فرانسه. تو ایران هم الان تظاهرات در شهرهایی که انجام میشه، همه میگن آقا کو کلی کو تدبیرت، کو کلیدت روحانی، کو تدبیرت، کو کلیدت. آقا روحانی، همه مردم ایران شما رو زیر سوال میبرن. حالا شما میخوای برای امریکا تعیین تکلیف کنی که تو چه بکن چه نکن؟ آخه خنده‌دار نیست که شما بیه برای امریکا تعیین تکلیف بکنی که این کار به نفع تو یا به ضررته؟ حالا بگذارید ببینید. ولی آقای مینوی، اونجایی که میگه اگر شما ایران رو ضعیف کنید، من جمله همین به اصطلاح انفجاری که در چابهار اتفاق افتاد، این میگه شما اگر ایران رو ضعیف کنید، ما نتونیم مرزها رو نگه داریم، از طریق افغانستان و پاکستان و اینها اونجا به اصطلاح امنیتش از دست میده، اونو شما قبول ندارید؟ خب
آخه اگر امریکا به ایران فشار بیاره، یعنی ایران نمیتونه مرزهای خودش کنترل کنه، این چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ خب از لحاظ مالی، از لحاظ همین به اصطلاح شما فکر کنید همین مرز نگه داشتن و اینها احتیاج به سوخت و پول و هزینه و لوجستیکی و اینها داره، و از طرفی ما شاهد بودیم که هم در افغانستان هم در عراق آمریکا بدون ایران نتونست حقیقت امنیت حتی خود آمریکایی‌ها را هم چیز کنه، به طوری که از اون محل گرین، یه محل منطقه سبز بهش میگن، تا فرودگاه اینا نمیتونن رانندگی کنن، باید با هلیکوپتر برن. یعنی اون رو نه فقط آخونده که همه دنیا قبول کردن که اگر همکاری ایران با آمریکا نبود خیلی اوضاع اونجا خراب بود. البته میگم حالا ممکن نظرات فرق کنه، شما اگر خواستید در این مورد صحبت کنید، از دوستانی هم که روی برنامه هستن میخوام که اونها هم نظرشون رو بنویسن، من برای شما میخونم نظرات دوستان رو. فکر کنم آقای نگهبان از ایران هستن، آقای اکبری از آلمان هستن، آقای شیرزاد جلیلی از سوئد هستن. دوستانی که روی مردم تیوی ما رو میبینن، من نمیبینم اونا رو که ببینم کجا هستن. در صورت دوستان شما میتونید نظر بدید، شماره تلفن و ایمیل و اینها هم اینجا هست. نظر شما درباره این که ایران نقش امنیتی مهمی در منطقه به اصطلاح بازی کرده و حتی خود ایران هم تا امروز نسبت به کشورهای دیگه امن بوده، نظر شما چیه؟ بفهم. والله من نظرم اینه که اگر سوالتون من بوده، البته من نظرم اینه که اتفاقا در ایران داره در افغانستان امنیت رو به هم میزنه. در افغانستان امریکایی‌ها موندن که با طالبان بجنگن، چون اگر امریکایی‌ها برن بیرون طالبان حکومت رو به دست میگیره و در جنگن. یعنی طالبان مرتب سعی میکنن بمب‌های جاده‌ای بزنن، ترورهای انتحاری رو وجود بیارن، به هر شکلی شده سربازای افغانستان یا مردم افغانستان یا مردم یا سربازای امریکایی رو بکشن. و کسی که طالبان رو حمایت میکنه ایرانه، یعنی ایران امنیت رو به هم میزنه، بلکه امنیت رو درست نمیکنه. شما یه مطلب رو درست فرمودید، اگر در مورد داعش حساب کنیم که داعش در سوریه و عراق پا گرفت و خیلی قوی شد و نزدیک بود که تمام سوریه و عراق رو بگیره، شهر بصره عراق رو گرفت و در عراق بسیار پایگاه درست کرد، اگر ایران نمی جنگی طبیعی است که ایران در اون جنگ به کمک امریکا و به کمک دیگر کشورها با داعش جنگیدن و داعش رو شکست دادن. این درست، ولی وقتی داعش شکست خورد ایران هیچ کمکی به امریکا نمی کنه، ایران ضد امریکا عمل می کنه. ایران هر لحظه میگه که سربازای امریکایی، پایگاه امریکایی در 700 کیلومتر من هر جایی که باشم میزنم. البته همش سرزنش میکنن ایران رو که چرا موشک درست میکنه. خب اگر لحاظ آدم فکر کنه، خب وقتی که همه کشورهای منطقه، تمام کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، غرب، قطر و نمیدونم بحرین و نمیدونم امارات و عربستان سعودی و همه هواپیماهای پیشرفته از امریکا میگیرن، به امریکا که نمیفروشه، به ایران که هیچ کشور هواپیمای نظامی حتی هواپیمای متفروری هم نمیفروشه. پس بنابراین ایران برای دفاع از خودش مجبور موشک درست کنه. خب این یک حق طبیعیه که وقتی اگه هواپیما منو بزنه منم با موشک دور میزنم، و اینا میگن نباید موشک درست کنه. خب اگر اونا نباید هواپیما داشته باشن، ایران هم نباید موشک درست کنه. خب اینجا یه مسئله است که انسان حق میده که یک کشوری که بهش هواپیما نمیدید و هواپیما قدیمیش از رده خارج شدن و اینا با یک هواپیمایی که از رده خارج شده است با سیلی به قول معروف صورتشون رو ساخت نگه میدارن و با اون هواپیما پرواز میکنن که کارایش نسبت به هواپیماهای امروزی بسیار ضعیفه، خب اگر امکان اینه دارن که موشک درست کنن با موشک میگنگن دیگه، راه دیگه ای براشون نذاشتید. اما اینکه بخوان اینها امنیت در افغانستان و پاکستان و عراق درست کنن، در افغانستان که ضد امنیت کار میکنن، یعنی امنیت افغانستان رو اینا با کمک هایی که به طالبان میکنن به هم میزنن، و در عراق هم خب فعلا درگیری بین ایران و امریکا نیست، در افغانستان درگیری بین ایران و امریکا نیست، درگیری نیابتیه،
یعنی ایران به طالبان کمک میکنه که طالبان با آمریکا بجنگن. در یمن هم درگیری نیابتیه، یعنی ایران با عربستان سعودی نمیجنگه، بلکه ایران کمک میکنه به گروه های حوثی های یمنی که اونا به اونا موشک میده و وسایل میده که اونا با عربستان سعودی بجنگن، و در واقع عربستان سعودی یار و یاور امریکاست. پس بنابراین ایران در افغانستان یه جنگ نیابتی با امریکا درست کرده، در یمن یه جنگ نیابتی با عربستان درست کرده، و در جای دیگه فعلا جنگی درگیر نیست. ولی ایران به هیچ وجه طرفدار صلح و امنیت نیست، ایران طرفدار به هم ریختگی و آشوبه. ببینید جناب سوری، ویتنام و امریکا دو کشوری بودن که درگیر بودن رو در رو و ده های هزار نفر از همدیگر کشتن، ولی بعد ویتنام به سوی امریکا دست دوستی دراز کرد و امریکا این دست رو گرفت و فشرد، و ایران داره الان داره ویتنام به کمک امریکا داره راه صنعتی شدن رو پی میگیره، و بسیاری کشورهای دیگه، کره جنوبی، ژاپن، که این همه ژاپن که این همه با امریکا جنگید، به کمک امریکا راه‌های به اصطلاح صنعتی شدن رو پیمود. من نمیدونم چرا ایران باید به بزرگترین قدرت صنعتی جهان یعنی امریکا در سر ستیز باشه. آخه این که شما بگید هی مرگ بر امریکا چه کمکی به ایران میکنه، چه سودی به ایران داره، یا میگید مرگ بر اسرائیل چه سودی برای ایران داره؟ اگه من بدونم شما میگید مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، صنایع ایران رشد میکنه، من از صبح تا شب میشم اینا همین شعارها رو تکرار میکنم، ولی صنایع ایران روز به روز عقب میمونه با این شعارها. و من نمیدونم این رژیم اسلامی چه چیزی هست توش. البته من میدونم از روز اول خود آقای من آلیزابت برگردم به عقب. ببینید من خودم از رادیو اون زمانی که اوایل انقلاب بود و گفتارهای توی مجلس مستقیما از رادیو پخش میشد و ما میتونیم زنده بشنویم که کی به کی چی میگه، اون زمان آقای بازرگان گفت از آقای خمینی پرسیدیم در مورد رابطه با امریکا چی، آقای خمینی گفته که شما افکار عمومی رو آماده کنید با امریکا رابطه برقرار میکنید. ولی یه سری چپیایی که تو دولت آقای خمینی نفوذ داشتن، از جمله خود خامنه‌ای که چپیه، اینها میخواستن روابط با امریکا تیره بشه و رفتن گروگانگیری کردن و یک کار بیهوده و عبث و ضد ایرانی رو انجام دادن و بسیار سرمایه ایران رو به باد دادن، آبروی ایران رو به باد دادن. هنوز که هنوز ما تاوانش رو بس میدیم، هنوز دارن در امریکا ما ضرر اون کار رو میخوریم و یک سودی که برای ما نداشت بسیار زیان برای ایران داشت، و دنبالش همین مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیله. خب چه سودی برای ایران داره؟ آخه ایران اصلا چرا ما باید با امریکا در جنگ باشیم؟ چرا ما با امریکا در دوستی نباشیم که هواپیما مسافری بگیریم، هواپیمای جنگی بگیریم، صنایع بگیریم، صنایعمون به کار بیفته، تجهیزات نفتی به کار بیفته، تجهیزات گاز به کار بیفته؟ آخه وقتی که سپاه پاسداران میره اسکله حفاری درست میکنه، خود اسکله با دکل همه میرن زیر آب، آخه ما با این تکنیک میخوایم رقابت کنیم با امریکا؟ آخه آدم به حرفی باید بزنه که درست تر بیاد. ما باید از پیشرفت‌های امریکا دفاع کنیم. شاهزاده رضا پهلوی همین در یکی از سخنرانی‌هاش گفت اسرائیلی‌ها بسیار پیشرفت کردن در صرفه‌جویی، در آب و در توسعه منابع آبی. خب ما باید از اینا، از دانشینا استفاده کنیم، بیایم بگیم آقا این دریچه رضایی که داره خوش میکنه، سه چهارمش خوش شده، چیکار کنیم که دوباره پر آب بشه و چیکار کنیم که آبها بشه؟ اسرائیلی‌ها این شیوه‌ای به کار بردن که اومدن آبهای مصرف شده رو ریسایکل میکنن، یعنی دوباره بازسازی میکنن. خب این شیوه‌ها رو باید از اون کارشناسا یاد بگیریم. هی که فوش بریم به اسرائیل چه کمکی میکنه؟ هر روز وضع آب در ایران بدتر میشه. این از عدم مدیریت آب صنایع، آب رو نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن. اینه که هر رودخونه ها خوش میشه، چاه ها خوش میشه، دریاچه ها خوش میشه. اگر مدیریتی درست باشه، البته خوشسالی هست، هیچ کس منکر خوشسالی نمیشه، در امریکا هم بسیار دریاچه ها آبش میره پایین یا مثلا خوش میشه، ولی مسئله اینه که در اونجا اگر مدیریت باشه، این ضرری که الان اگه مثلا
هزار واحد ضرر میزنه، این هزار واحد ضرر میرسه به 100 واحد ضرر، یعنی جلوی 900 واحد ضرر رو میشه با مدیریت منابع آب گرفت. ولی خب اینا این کارو نمیکنن، خودشون که بلد نیستن، از اون کشوری که بلده به نام اسرائیل کمک نمیگیرن، یه فوش میدن، نفت و گاز خودشون نمیتونن استخراج کنن بفروشن، و از اونایی که بلدن مثل امریکا هم کمک نمیگیرن، یه فوش میدن. خب این سودی برای اینا نداره. بسیار ممنونم. آقای اکبری از آلمان هم به شما سلام کردن، هم میگن که بزرگترین دلیل اعتراضات مردم فرانسه این است که آنها مثل ما به توسری خوردن عادت ندارند. متاسفانه هر کس در ایران قدرت را به دست گرفت اول توسر ملت زد. شما یه سوال ساده کردین، گفتین من نمیدونم چرا اینا بعد از 40 سال هنوز مرگ بر آمریکا میگن. اتفاقا ترامپ دیروز توی یکی از سخنرانیاش گفته بود که من به کشوری که مرگ بر آمریکا میگه اجازه نمیدم اسلحه اتمی به اصطلاح داشته باشه، و اون در یک کلمه خلاصه و ساده که چرا اینا این کارو میکنن، من میگم خریت. اگه خریت نبود، خب اگر تازه میخوای کاری هم بکنی، قرار نیست که تو بیای تو بلنگو داد بزنی، تظاهرات را بندازی. و همیشه گفتن از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به توی داره. حالا یکم بحث رو عوض میکنم. من نامه ها رو که آوردم بین برنامه خودم و برنامه شما، یک پابلیکیشن یا نشریه به نام داش عباس از شما دریافت کردم، هم تشکر میکنم ازتون، چون نوشته که چاپ سوم، شماره سوم این هفته نامه است، نه؟ بله. و این 16 صفحه است. دوستان من بعداً توی برنامه آینده خودم عکس صفحاتشو نشون میدم. اینو اگه آقای مینویی هم روی به اصطلاح اینترنت چیز کنم منتشر کنم. اینترنت هست. اوکی. پس از رو جام لینکش رو بله لینکش رو میذاریم و ببینیم چه خواهد شد. آقای مینویی، یه سوالی که من و شمایی که الان تو آمریکا زندگی میکنیم باید یه مقداری درباره صحبت کنیم، این برنامه آمریکا، این دادگاه آمریکا، این مثلا آقای ترامپ وقتی آمد گفت که شما نگران نباشید، من با وجود که تجربه سیاسی ندارم ولی بهترین آدما رو میشناسم میارم. یکی از همین بهترین ها آقای تلرسون بود، وزیر امور خارجه، که حالا وقتی که بعد از چند ماه در آمد گفت ایشون خیلی تنبل بوده و خیلی هم عقب افتاده است و نمیفهمه، اونم آمد گفت که این کارهای غیر قانونی میکنه. الان مشکلات قانونی آقای ترامپ هم یه مقداری همه چی رو ریخته به هم، یعنی حقیقتا اون چیزایی که مردم فکر میکردن که این میاد تو معاملاتی انجام میده خبری نشد. شرکت به اصطلاح کارخونه های ماشین سازی دارن 15,000 تا نفر رو بیکار میکنن، میبندن. بعد از اون ور مالیات رو گفت کم میکنم، مالیات رو فقط برای پولدارا کم کرده. دیوار گفت میسازم، دیوار ساخته نشده، پولی نتونست از مجلس بگیره. شما خودتون به عنوان کسی که الان با رئیس جمهوری ترامپ داریم زندگی میکنیم، چی فکر میکنید آینده ما ایرانیان آمریکاییایی که اینجا هستیم، یا کلن کشور آمریکا، نور امیدی میبینید در این تونل آقای ترامپ، آقای جان کلی هم که داره میره و اصلا با هم حرف نمیزنن، یه ماه میگن تو کاخ سفید با هم حرف نمیزنن، اون خانم بی تجربه مال فاکس نیوز رو هم میخواد بذاره به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل، ضمن این که میدونیم ما این نماینده سازمان ملل مقامش از لحاظ بالا بودن در حد یک وزیره، چون در نشست های کابینه شرکت میکنن. یه مقداری درباره آمریکا اگه دوست داشته باشین صحبت کنیم من ممنون میشم. بفرمایید جناب سربی عزیز. من درباره موضوعی صحبت میکنم که اطلاعات کامل داشته باشم یا حداقل اطلاعات خوبی داشته باشم. من در مورد وزیر امور خارجه آمریکا و خانم هیلی و اینا دیگه اطلاعات زیادی چندانی ندارم. اطلاعات من در حد اطلاعات بینندگان شماست، همونطور که اونها رسانه ها شنیدن منم شنیدم. همون به عنوان شهروند آمریکایی ازتون میپرسم، به عنوان متخصص یا کارشناس. آقای ترامپ رو
خب ای لحاظ ضد ایرانی، از لحاظ خودم به عنوان ایرانی، شهروند ایرانی امریکا، یعنی ایرانی امریکایی، یه مقدار خب ضد ایرانی میبینم، برای که خب همین اجازه ورود به ایرانی ها نمیده. من بسیار افراد میشناسم که خانم اینجا در امریکاست، شوهرش در ایران ازدواج کردن به امید اینکه شوهر پاشو بیاد امریکا. خب نمیتونه، اگه قبلا بود میتونست به راحتی به عنوان نامزدی شوهر بیاد ایران، بیاد امریکا، نمیتونه بیاد. و بسیار دیگه موندن و نمیتونن بیان یا بازدید کنن، یا مسائل مسئله ازدواج زن شوهر خیلی مهمه که اصلا دور شدن. زنه حاضر نیست برای ایران زندگی کنه، یه من در اینجا یه موقعیت پیدا کردم، یه گرین کارت دارم، شغل دارم، کار دارم، ول کنم برم ایران چیکار کنم؟ من با امید این بودم که شوهرم بیاد اینجا، نمیتونه بیاد. خب این خیلی بد. اما یه لحاظ میبینیم که از وقتی آقای ترامپ اومده، رژیم اسلامی در داخل روز به روز ضعیف‌تر میشه و مردم نسبت به رژیم روز به روز پرخاشجوتر و گستاختر میشن و جرأت پیدا میکنن. اون بیننده شما گفته بود که فرانسوی‌ها تظاهرات میکنن بر علیه دولتشون و اینکه عادت ندارن به توسری خوردن. خب راست میگن، ایشون بسیار درست میگن، بلکه فرانسوی‌ها وقتی اعتراض میکنن دولت نمیاد بگیره سران تظاهرات رو بگیره برای شکنجه کنه یا بکشه، ولی در ایران وقتی تظاهرات میکنن میرن اون سران تظاهرات رو، سخنگوی تظاهرات رو میگیرن، شکنجه میکنن و میکشن. الان در این تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه یه چند نفرش گرفتن و قطعا چند نفرش شکنجه کردن، قطعا شکنجه های شدید کردن. و در هر تظاهرات یا در هیچ جای دنیا رسم نیست که یه نفر بیا آقا اعتراض کنه بگه چرا حکومت نمیدید بگیرن شکنجهش کنن. در فرانسه هم چیزی نیست، لذا میان اون جریق زردا میان در خیابونا تظاهرات میکنن بر علیه رئیس جمهور فرانسه. رئیس جمهور فرانسه عقب نشینی میکنه، میگه آقا من اون مالیات هایی که بعد سوخت و دیگر مسائل وضع کرده بودم کنار گذاشتم، لغوش کردم، دیگه اصلا منصرف شدم، کنسل شد و موضوع لغو شد، بازم تظاهرات ادامه پیدا میکنه. حالا دیگه دقیقا معلوم نیست وقتی اونو خواست تا چون بود که اون مالیات های اضافی لغو بشه، وقتی دولت میگه لغو کردم ادامه اون به چه دلیله، دیگه من نمیدونم به چه دلیله، باید اطلاعات بیشتر، کنجکاوی بیشتر یا مطالعه بیشتری بشه که بفهمیم به چه دلیله. ولی آنچه که مسلمه، هیچ وقت فرانسه نمیره تظاهرات کنندگان بگیره، زندانی کنه، شکنجه کنه، از کار بیکار کنه، از درس محروم کنه یا از این اتفاقا. ولی در ایران به راحتی این کارا نمی کنه و تظاهرات رو به شدت سرکوب میکنن و افرادی که گیرشون میان، حالا مثلا فرض کنی که 20,000 نفر اومدن تظاهرات، یا عکس میگیرن، عکس‌ها رو بررسی میکنن، میرن سران تظاهرات رو میرن دم خونه‌هاشون میگیرن، یا اینکه هر کی گیرشون افتاد میگیرن و اونا رو میبرن شکنجه میکنن، آزار میدن و اذیت میکنن. در فرانسه این طور نیست، پس بنابراین مردم راحت میتونن بیان تظاهرات کنن و خواستهای خودشون رو بگن. آقای ترامپ اگه گفته که من رئیس فرانسه یه رئیس جمهوری مثل من میخواد، بسیار حرف زشتی زده و این حرف باعث میشه که در آینده نزدیک امریکایی‌ها تظاهرات کنن. مگه در امریکا تظاهرات ممنوعه؟ مگه امریکایی‌ها نمیتونن تظاهرات کنن؟ امریکایی هم اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن، مخصوصا که به آقای ترامپ نشون بدن که آقا این تو نیستی که ما ساکتیم، این به خاطر اینکه شرایط شاقی دشواری برای ما پیش نیومده، وگرنه ما هم بر علی تو اعتراض میکنیم، نه اینکه از تو بترسیم. شاخ و دوم که نداری که از تو بترسیم، که مردم اینجوری فکر میکنن. آقای ترامپ یه رویای مثبت داره، یه رویای منفی داره. من گفتم من دانشم در مورد کارهای آقای ترامپ کاملا قوی نیست که اطلاعات چیز دقیقی بگم. یه وقت میبینی تعداد بیکارا کم میشه، یه وقت میبینی فلان که ماشین سازی داره 10,000 20,000 بیکار میکنه، یا میگه مثلا چند ماه دیگه بیکار میکنه. خب این معلوم نیست که در نتیجه چجوری عمل شده. یه وقت تعرفه میبنده به کالاهای چینی، خب چین به التماس میفته، میگه آقا تو رو خدا این 10% دیگه 25% نکن، این مالیات بر کالاهای چینی رو از 10% افزایش نده 25%. التماس میکنه و میگه آقا ما کار میکنیم.
خب امریکا میگه آقا ما هرچی در امریکا اینا زحمت میکشن، اختراع میکنن، کوشش میکنن، سالها مرارت میکشن، یه چیز کشف میکنن، اختراع میکنن، تو میری از اون کپی میکنی بدونی که حق مثلا اون به اصطلاح صاحب اون فن رو بدی. خب راست میگن، نمیشه که هر چیز کپی کرد که کپی کردن باید یه حقی باشه. یک فرض کنه که یک کسی یک کتاب نمیشه، نمیشه این کتاب رو برداشت اون شهر دیگه چاپ کرد فروخ که اون نویسنده یه حقوق داره و نمیتونه کسی بره اون کتاب رو چاپ کنه. یک کسی اختراع میکنه حق و حقوق داره و کسی نمیتونه اون اختراع رو بره کپی کنه. در چین این کارو میکنن، مثلا من نرفتم چین چنیدم، مثلا فرض کنم که یه دونه لپتاپ اپل ساخت امریکایی برای خیابون میفروشن، مثلا فرض کنم که 800 دلار او برای خیابون همونو با همون مارک به همون متوسط ساخت چینه میفروشن 80 دلار. وای همون اون چیزی که کارشناس سال اپل این همه زحمت کشیدن اختراع کردن و کشف کردن و به کار بردن، اون میره کپی میکنه. خب اینا درست نیست دیگه. و آقای ترامپ یه مقدار جلوی اینا رو میگیره. من فکر می‌کنم جلوگیری از اینا یه کار خوبی باید باشه. بسیار ممنون از شما. درباره تعداد بیکارا گفتید، مشکل اینه که چون ترامپ دروغ گفت و اون آمار موجود رو گفت که اینا دروغ میگن 4-5% بیکاره، بیکاری 40% هست، ولی حالا خودش تکیه میکنه به همون آمار از همون اداره و میگه ببینید چجوری شده زیر 4%. یعنی شما نمیتونی بگی 2-2 میشه 4 تا، فردا که من 2 دلار به شما دادم شما بگی خب حالا من 3 دلار بهت بدهکارم. این آقای ترامپ این کار رو انجام میده و هیچ ابایی از دروغ گفتن نداره. در باره این ماجرای کپی رایت و این چیزا که شما میگید که چین رو به گریه انداخت، چین گفت باشه هیچ ایرادی نداره، شما میخوای تعرفه بکشی ما هم تعرفه میکشیم، ولی شما خودت به عنوان یه آمریکایی، مخصوصا من همینو از شما پرسیدم، تعرفه چیه؟ تعرفه این همین تعرف، اینا میگن تو ایران میگیم تعرفه، حقیقتا مالیات غیر مستقیم از مردم خودمون میگیرن. یعنی امروز اگه یه ماشینی از کره میاد اینجا شما میخری 20,000 دلار، اگر فردا آقای ترامپ روش تعرفه گذاشت، این ماشین رو شما باید بخری 25,000 دلار. پول گیر مردم نمیاد، پول گیر دولت میاد. و اینکه وزیر امور خارجه‌اش و دیگران مشاورای اقتصادی هی بهش گفتن این کارایی که شما داری میکنی غلطه، اینجا اون بیزینس شخصی که از پول بابا درست کردی نیست، تازه این توی اونها هم به اصطلاح آدم موفقی نبوده، شما اگه یه وقت بیاین اینجا 2-3 روز اینجا باشین، من 3 ساعت میبرمتون آتلانتیک سیتی، این نیوجرسی استیت بغلی اینجا، و ببینید اون قسمت شهری رو که این داغون کرد با اون ترامپ و تاج محل و اینا رو که ساخت. پول شما خودتون سب کانترکتورین، بعضی وقتا یکی رستوران میسازه، شما میرید دیدید اتفاق چقدر ساده، آگهی شما ABC اسم ساده ای هم هست، ولی اگر اونی که اون مغازه رو میسازه شما براش کار میکنید پول شما رو نده، گاهی وقتا شما قدرت ندارین با اونا در بیافتین، چون میگی اگه امروز هم من بخوام برم دادگاه، تازه اگه برم دادگاه 50% شانس دارم که پول باشه و بگیرم، پس بهتره برم دنبال کار. این بلا رو سر مردم آورد. و اون آقایی که مال نیکسون بود، دوره نیکسون، و اونو یک به اصطلاح ژورنالیست دیگه نیکسون رو پایین کشیدن، اون روز داشت میگفت که این فکر میکنه بیزینس خودشه که با قلچماقی و به اصطلاح داد بیداد و اینه بنداز بیرون و حقوق اونو نده، نمیدونه که الان توی یه کورنر قرار گرفته. شما حتما شنیدید که دامادش، پسراش، اینا همه از لحاظ معاملاتی که انجام دادن، و به زودی این دموکرات ها سوم ژانویه که میان سر کار، من فکر کنم اولین چیزی که میخوان ورقه‌های مالیاتیه. این کسیه که گفت ورقه‌های مالیاتی من تا به اصطلاح من بشم نماینده ریپابلیکن ها برای رئیس جمهوری عنوان نشون میدم، نشون نداد. گفت وقتی شدم رئیس جمهور نشون میدم، رئیس جمهور شد نشون نداد. کلن من فکر میکنم که
آقای ترامپ فقط و فقط از راه شارلاتیزم، یعنی شارلاتان بودن، میتونه حرفایی بزنه که حتی یه فردی با سواد و دانش و تجربه مثل شما هم گهگاهی گول این شخص رو میخوره. حالا درباره این چیزایی که من گفتم اگه خواستید میتونید صحبت کنید، ولی اجازه بدین آقای نگهبان. آقای نگهبان، شما ایران هستید یا جای دیگه هستید مهم نیست، هر جایی هستید، ولی ما اگه مثلا بگیم خب بهتره. ایشون نوشتن که درود بر جناب سربی گرامی و جناب مینویی گرامی، عبید زاکانی طنزی دارد، آخوندی را گفتن خرقه خیش بفروش، گفت اگر صیاد دام خیش بفروشد به چه چیز شکار کند. حالا ایشون ادامه میده، چه کسی میتونه باور کنه که دولت آمریکا با ملاها در یک راستا نیستن؟ اگر ایران دشمن خیالی آمریکا نباشد، آمریکا به چه بهانه‌ای میلیاردها دلار فروش اسلحه از رده خارج خود را با اعراب حاشیه خلیج فارس بفروشد و از اون برم ایران بهانه است برای منافع آمریکا؟ من هم فکر میکنم که روزی چند سالی میگذره و معلوم میشه که همین دولت ترامپ هم از همین روز اول با آخوندها بوده. اگر نبود، طبق گفته شما که میگید آخوندها ضعیف شدن، خب چرا افرادی مثل آقای رضا پهلوی، شازده پهلوی و آقای رجوی، خانم رجوی، دیگران اپوزیسیون، چرا اینا نمیان فراخوان بخونن؟ چه موقعیتی از این بهتر که آخوندها ضعیف شدن، مردم اعتمادشون از بین رفته، گرانی در ایران قوقا میکنه؟ من منتظر نظر شما میشم در این مورد. من فکر میکنم ترامپ 100% پشت پرده با آخوندها است. بفرمایید. بله. من یک یکی مطالب زیاد مطرح شد، من بعضیاش رو یادداشت کردم، بعضی هاشو حافظه‌ام تعویض میره. ولی یک یکی جوابم. دیگه شما اشاره کردید به اینکه اگر دولت امریکا بر ماشین‌های ساخت کره تعرفه قائل بشه، در اون صورت این ماشین کره‌ای رو که من مصرف کننده می‌خرم 20000 دلار، باید بخرم 25000 دلار. خب اگه این اتفاق بیفته، این درسته که من بیشتر پول باید دادم برای اون ماشین، ولی یه شانس دیگه برای من میاد که من برم یه ماشین امریکایی بخرم با همون پول یا پول کمتر. پس بنابراین صنایع ماشین سازی امریکا میتونن از اون موضوع سود ببرن و نظر آقای ترامپ هم همینه. همینجا وایسید آقای مینویی. اون وقت چه تفاوتی شما میبینید بین سیاست ترامپ با سیاست آخوندا که گمرکی و تعرفه روی ماشین‌های خارجی میکشن؟ میگن بفرمایید بیاین پراید و نمیدونم پیکان و اون آشغالایی که خودشون درست میکنن پژو بخرید. چه تفاوتیه؟ یعنی آقای ترامپ داره فری انترپرایز آمریکا رو تبدیل میکنه به یک بازاری که دولت کنترلش میکنه. بفرم. بله. آخه شما نمیدونم چرا مقایسه میکنید قوی ترین کشور جهان رو، امریکا رو، مقایسه میکنید با آخوندا. ببینید آقای سربی، شما که خاطرتون هست که می‌دونید در ایران صنایع ایران بسیار گسترش داشت. اتومبیل پیکان، اتوبوس ایران ناسیونال به تمام کشورهای منطقه صادر می‌شد. کفش ملی به اتحاد جماهیر سرخ می‌رفت. سربازان اتحاد جماهیر سرخ شوروی کفش ملی داشتن. یخچال آزمایش اینا می‌رفت برای شوروی در کمپانی‌های اروپایی. صنایع ایرانی رو میفروختن منطقه همه یخچال و تلویزیون و نمیدونم اجاکاز و ماشین لباسی و ماشین ظرفشویی ایرانی مصرف میکردن. این همه کارخونه. ببینید آقای حاجی برخوردار یه شخصی به عنوان مثال، ایشون نماینده لامپ از آلمان داشت، بعد این مدت گفت خب این لامپ خودمون اینجا درست میکنیم، کارخونه آورد چهار که لامپ زدن، بعد لامپ فلورسنت وارد کرد، گفت میریم لامپ فلورسنت اینجا میذاریم، بعد حالا همینطور رفت تا تلویزیون وارد کرد، بعد گفت خودمون تلویزیون اینجا درست میکنیم. من یکی از بستگان خودم که همین در شهر اوستون هستش، ایشون از طرف آقای حاجی برخوردار رفتن ژاپن که یاد بگیرن چجوری تلویزیون رو مونتاژ کنن، سوار کنن، یاد بگیرن. اومدن اینا در رشت یک کارخونه زد که کارخونه که اتومبیل که تلویزیون درست کنه. در دشت مرغاب یه دونه کارگاه تولید صنایع خانگی زد، یه مدرسه شبانه‌روزی درست کرد که بچه‌ها می‌رفتن
اونایی که مثلا ابتدایی تموم کرده بودن یا سیکل رو تموم کرده بودن میرفتن اونجا شبانه روزی مجانی درس میخوندن. یه چنین مدارسی آقای خیامی هم همچه مدرسه داشت، بسیار دیگر هم داشتن. این صنایع این همه رشد کرده بود. وقتی که آقای خمینی اومد همه اینا رو بین برد، گفت همه رو مصادره کنید. وقتی مصادره کردن خب این بچه آخوندی که میره اونجا رو اداره کنه طبیعی است که نمیتونه مثل اون صاحب کمپانی که اون همه تجربه داره کار کنه. در نتیجه این شرکت ها یکی یکی به صفر رسیدن. الان مثلا کفش ملی، صنایع کفش ملی که چندین کارخونه بزرگ توی این مجموعه بود الان شده گاراژ، پارکینگ شده. همینطور جاهای دیگه کارخونه ها رو فروختن، زمیناش به عنوان زمین مسکونی فروختن به مردم، صنایع ایران رو به صفر رسوندن. شما یه چنین حکومتی که با امریکا مقایسه می‌کنید، این تعرفه می‌بنده بر ماشین‌های خارجی، میگه بیایید مثلا آشغال داخلی رو بخرید، امریکا چرا این کارو می‌کنه؟ آخه تولیدات امریکا که آشغال‌های داخلی نیستن که. آقای سوال می‌کنه تولیدات امریکایی، ما بچه که بودیم اصلا، من ببینید براتون بگم، یادتون تو ایران نوشابه رو می‌گفتن پپسی، اول پپسی اومده بود ایران، یارو می‌رفت تو کافه تو رستوران می‌گفت دو تا پپسی بیار، یکیش کانادا درای باشه، یکیش مثلا کوکاکولا باشه. فکر میکرد پپسی یعنی نوشابه. یا شده که تیغ ژیلت، مردم فکر میکنن این تیغی صورتی اینطوری میزنشی، اسم اون تیغ ژیلته. در حالی ژیلت یه مارک بود، یه برند بود، در مقابلش ناست بود، در مقابلش تیغای دیگه بود. ما بچه که بودم گفتن یارو ماشین خریده، گفتن چی خریده؟ اتوبوس خریده؟ گفتن نه فورد خریده. فورد خریده یعنی ماشین سواری خریده. ماشین سواری رو گفتن فورد. فورد یه اسم اینچنه قدیمی بنیانگذاران اتومبیل سازی در جهانه. حالا ما اینو بیاییم مقایسه کنیم به مثلا پراید و فلانی که در ایران ساخته میشه، خب این قابل مقایسه نیست. در ایران زمان آقای خیامی ها وقتی که شروع کردم پیکان رو در ایران ساخته شدن، من خودم پیکان 47 خریدم، یعنی پیکان 46 ساخته شد، من سال بعد یه پیکان خریدم. یادم میرفتیم پهلوی، بچه ها دنبال ماشین من میدویدن، میگفتن حلب کوچولو، حلب کوچولو، یعنی میگفتن این حلب روغن نباتیه، او رو برداشتن ماشین ساختن. پیکان چند بود آقای مینوی؟ پیکان چند بود موقعی که شما خریدید؟ پیکان چند بود که شما خریدید؟ 17000 تومان. پیکان کار بود دیگه، نه دلوکس، نه پیکان معمولی بود، پیکان کار نبود. آها. پیکان لوکس هم نبود، پیکان کار هم نبود، پیکان معمولی. در رابطه ببینید شما هم همونجوری که به من گفت، بله به من گفتید، من چند تا چیز رو گفتم، شما هم چند تا چیز رو با هم عنوان میکنید، اینی که منم باید بنویسم. میگید که ماشینای آمریکایی، خود شما احتمالا تو شرکتی دارید، میگید شما حق انتخاب دارید که به اصطلاح ماشین ژاپنی بخرید برای کارتون یا ماشینای آمریکایی. ماشینای آمریکایی اون زمانی که شما میگین فورد و داج و اینها یک سابقه خوبی داشت، ماشینای بزرگی بودن، ولی از موقعی که اینا خواستن رقابت کنن، ماشینای کوچیک بسازن، آمریکا عقب افتاد توی صنعت ماشین سازی. بعد شما خیلی جالب درباره صنعت ایران گفتید که اینا رو میفرستادن کلاسایی رو ببینن بعد بیان مونتاژ کنن. هیچ وقت صنعت مادر رو شما با صنعت مونتاژ اشتباه نکنید. هندوستان با این هندیش یه صنعت مادر داره، اون ماجرای ذوب‌آهنه که خیلی از این صندلی‌های آهنی که شما آمریکا می‌بینید، تمام این سرای فاضلابای تو خیابون، همه اینها از هندوستان میاد. ولی ماجرای این که کشورهای اطراف ما ماشین پیکان می‌خریدن، زمانی که پیکان در ایران 30000 تومان بود، پیکان رو به کشورهای همسایه عربی میدادن 11000 تومان. تازه پیکان جوانان رو که صدای مردم در اومده بود. خب امروز هم اگر آخوندا بخوان بسازن ارزون بدن، همه میخرن. اونام لابد فردا میگن ما هم انار تولید کردیم، الان آفتابه صادر میکنن، آفتابای پلاستیکی. هر کدوم از این لنجایی که میره کشورهای چیز پر آفتابای پلاستیکیه. اتفاقا من شنیدم همه اینا از چین میاد، مور و تسبیح و آفتابه و سنگ پا از چین میاد. نه، آفتابه پلاستیکی رو ایران برای این ورور میفرسته. اینا صنعت نیست، اینا یک کارای مونتاژی هست. و اونی که بچه ها رو میبردن
مدرسه شبانه روزی حقیقتش الان اگه بخواد کسی همچین کاری انجام بده این کار غیر قانونیه. استفاده از کودکان زیر سن قانونی غیر قانونیه. یعنی اینا از اون موقع بچه رو میبردن توی اون مدارس و این بچه استخدام میشد. دلیلش فقر خانواده ها بود که بچه شون رو میفرستادن. اینجوری نبود، اینجوری نبود. اوکی. ایران ناسیونال همون توی جاده کرج مدرسه شبانه‌روزی داشت. بله در سن شبانه‌روزی یکی دوستان من اونجا درس میداد، من دقیقاً وارد طرف که میرفت اونجا دیپلم که میگرفت دو تا دیپلم میگرفت، یکی مثلا دیپلم رشته طبیعی ادبی ریاضی مثل بقیه بچه‌ها، یکی هم دیپلم فنی میگرفت چون اونجا ساعت بیشتری کار درس میخوندن. یعنی اگه بقیه بچه‌ها روز 5 ساعت درس میخوندن اونا روزی 7 ساعت درس میخوندن. بعد اون طرف آزاد مجانی شبانه‌روزی کار کرده بود، دیپلمش گرفته بود، آزاد بود بره دانشکده پزشکی امتحان بده، کنکور قبول بشه بره دانشکده پزشکی. شما ببخشید آقای مینوی، شما جواب من رو ندادید. این قطعی بود. نه 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 نه، این پسر این دختر هر کی چند سالش بود که میرفت اونجا شبانه روزی و استخدام قطعی؟ به گمانم از سیکل میرفت دیگه. خب ما داریم همینو میگیم، غیر قانونی بوده. باید بچه خونه خب غیر قانونی. من دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینید آقای صوری، ما ایرانی ها چون که بدبین، ما در ببینید در زمان شاه هر کی بهش میگفتن روشن فکر یعنی باید حکومت ستیز میبود، یعنی هیچ کسی نبود که بهش بگن روشن فکر، بگه آقا کارش این کارش خوب بود، حالا اگه 10 تا کارش بد بود این یک کارش خوب بود. ما حکومت ستیزی تو ذاتمونه به عنوان روشن فکر. یک کتاب دیر بغلم بود بدیل شاه رو بگیم، وگرنه همین ایران ناسیونال رشد کرده. ببینید آقای صوربی عزیز، من برگردم به پیکان بگم، پیکان وقتی وارد شد در ایران شروع کرد به ساخت 85% از خارج می آمد، 15% ساخت داخل بود. یعنی 15% ساخت داخل بود، از روز اول بدنه پیکان و آهن و اینا قالب گیری اینا همه مال ایران بود، ولی مسائل موتوری اینا از خارج می آمد. روز آخر که انقلاب شد ایران ناسیونال پیکان 85% تولیداتش داخلی بود، 15% خارجی بود. جناب صوربی اجازه من یه چیزی براتون بگم دادم. ما ایرانی ها به معنی کلمه تولید پی نمیبریم. فکر کنم تولید یعنی یه چیزی اینطوری جادوگری کنیم یه چیزی از دهنمون بیاد بریم میگیم تولید کردیم. این تولید یعنی اینکه درآمد افزوده. ببینید اینجوری براتون میگم، اگه شما آقای صوربی یه گونی کشمش بخرید به هر کیلویی چون خریدید به هر کیلویی مثلا 20 دلار درست فرض کنیم، حالا کشمش کیلو 20 دلار گرون گفتم، کیلویی 5 دلار خریدید، یک گونی خریدید، حالا این گونی رو بیارید بسته‌بندی کنید توی کاغذهای قشنگ بذارید بسته‌بندی کنید، یه عکس قشنگ روش باشه، یه طرحی روش باشه، زیرش نوشته بودی 100 گرم کشمش، اگه کیلو 5 دلار خریده باشید 100 گرم کشمش براتون میشه 50 سنت درست؟ بله اگه درست بگم، حالا اینو بفروشید 1 دلار، شما چیزی که 50 سنت قیمتش بوده فروختید 1 دلار، یعنی تولید کردی. تولید نه، این یعنی که تولید نیست، این من ریتیل کردم قیمتش افزوده بشه. بله. این میگن تولید. ما فکر میکنیم که تولید یعنی که ایران ناسیونال بیاد از لامپای تو چراغ و از نمیدونم باتری و از همه رو درست کنه. نه، کارخونه های امریکایی هم مونتاژ میکنن، اینا هم بسیار چیزا خارج میخرن. آقای صوربی اگر من قد نکنه ریزه بدید من بگم، من 6 سال سوئد بودم درست، 2 سال رفتم آمو سنتر. آمو سنتر یک کارگاهی هست که کارآموزیه، یعنی مثل مرکز آموزش کاری میمونه، وقتی کسی اون تو کار میکنه میره درس میکنه مثل اینکه کارگره و حقوق کارگری میگیره، حقوق کارگری هم بالاست، یعنی در نتیجه به ما پول خوبی میدادن، ما میرفتیم اونجا درس میکنیم. در حین تحصیل ما رو بردن کارخونه های مختلف بازدید میکرد، چون ما قرار بود تعمیرکار کارخونه بشیم، یعنی ما تراشکاری، جوشکاری، نمیدونم سوهانکاری، نمیدونم قالب ریزی، نمیدونم همه اینا رو میخوندیم، از هر کدوم یه اطلاع میگرفتیم که بریم توی کارخونه استخدام بشیم. ما رفتیم تو کارخونه اتومبیل سازی سوئد، دیدیم یه تیکه‌های آهنی هست که زمخته، گفتیم اینا چیه؟ گفتیم اینا رو از آلمان میاریم. گفتیم اینا برای چی میاریم؟ اینا چیه؟ گفت اینا رو میاریم میتراشیم میلنگ میشه، یعنی اون میدونید میلنگ
ریخته‌ای نمیتونه باشه، ریخته‌ای چدن ریخته‌گری میشه، آهن نمیشه، چون آهن در حرارت خیلی بالا میخواد و در نتیجه اون فولاد و آهن مخصوص رو توی دستگاه‌های مخصوصی تو آلمان یک آهن رو میذاشتن توی یک قالبی داغش میکردن، میکوبیدن تا این آهن اون تو شکل قالب رو میگرفت، تقریبا شبیه میلنگ میشد، منتها میلنگی هنوز تراش نخورده، اونو میخریدن میوردن اونجا میساختن. لاستیکای ماشین چون ساخته جای دیگه بود، چراغای ماشین چون ساخته جای دیگه بود، همه همینطور بود. منتها ما ایرانی ها گفتیم او این چون که این تیکش از خارج آورده این مونتاژ، مونتاژ یه نوع تولیده آقای سوربی. من خودم چون سواد ندارم اینو نمیفهمم که این تولیده. تولید یعنی هر چیزی که قیمت افزوده بشه. شما دوچرخه رو همه چیزاش از خارج بخرید، بیارید همه چیزاشو سوار کنید بفروشید، اونایی که خریدید 50 دلار بوده، حالا که سوار کردید فروختید 80 دلاره. شما تولید کننده اید چون 30 دلار سود اضافی آوردید. طبق تعریف شما اگه من برم کنتراکت از من اینم توضیح بدم، من قانون میانه میدونید که امریکا یک کشور فدراتیوه، یعنی فدراسیونه، یعنی هر کشوری یه زمانی به این اتحادیه چسبیده. مثلا ایالت که من زدیم اونم تگزاس یه زمانی جزو مکزیک بود، یه زمانی مستقل بود، یه زمانی به میل خودش به امریکا پیوست جزو ایالت امریکا شد و تگزاس مثل بقیه ایالت ها هر کدوم قوانین خودشون دارن. من نمیدونم قوانین ایالت شما چیه، اما در تگزاس اگه من به عنوان کانتراکتور، ببینید مثلا یه جنرال کانتراکتور میاد یه رستورانی رو میخواد بسازه، درست؟ یه بخشی به من میده میگه آه تو این فایر سیستم رو تو بیا بساز سوار کن، من که نمیسازم، من کارخونه میخرم میرم اونجا نصب میکنم، میگه تو بیا نصب کن. یعنی اگر روغنی آتیش گرفت اون سیستمی که اتوماتیک مواد مایع رو میریزه رو روغن که رو روغن میمونه که ارتباطش با اکسیژن قطع میشه، روغن خاموش میشه، آتیش خاموش میشه و بعدم گاز قطع میشه، بعدم بخشی از برق قطع میشه، این مجموعه میگن فایر سپرشن سیستم یا فایر سیستم، یا هنوز بسیاری مردم با اسم اون مارک اولیه، اون برند اولیه میگن انسل سیستم، مثل تیغ ناصب، تیغ جیلت، ببخشید تیغ جیلت گفتن، تیغ جیلت مثل ماشین فورد که میگن ماشین فورد، ولی هنوز یه انسل سیستم، میگه چی میخوا انسل سیستم، میگه انسل سیستم تو مارکش چیه، میگه انسل سیستم من مارکش باکایه، یعنی از انسل نیست، انسل یک برند مخصوصی، یه نام مخصوص. خب ما که اینو نصب میکنیم برای یه کارخونه، برای ببخشید یه جنرال کانتراکتور یا برای صاحب رستوران، در تگزاس اینطوری قانونه که اگر اون صاحب رستوران یا اون جنرال کانتراکتور پول ساب کانتراکتور که کانتراکتور خورده کانتراکتورم که منم اگر نداد، به موجب قانون باید لندلورد یعنی صاحب زمین بده، اونی که مالک زمینه، و اگر اون نداد من میتونم یه لین بزنم روی اون زمین، یعنی یه میرم دادگاه یه نامه میرسم که آقا این کمپانی این وایس منه، من اینقدر کار کردم مثلا 3000 دلار کار کردم 1500 دلار داده بقیه‌اش نداده. بله اینجا همینجوره، اینجا مکانیکال لون میذارید یا بذاری، یعنی اون دیگه صاحب زمین نمیتونه این ملکو بفروشه. و به محض اینکه نامه بری برای صاحب زمین، برای من اتفاق افتاده، پول من ندارم، من یه نامه نوشتم برای صاحب لندلورد، نوشتم اگه در ظرف 30 روز این پول من ندید من روی این زمین لین میذارم. لندلورد بلا فاصله فشار میاره به صاحب رستوران و کانتراکتور که هرکی هست، بلا فاصله پول من یا خود لندلورد میده از اون کم میکنه یا به من میدن و همینطوری نمیه. اینطوری نیست که هرکی کار کنه پول جوی که بخوره که. اگه منظور شما از این مثال آقای ترامپ و کازینوهاش بود، من برای شما میگم به این صورتی که شما به این سادگی تعریف کردید، این آقا که سالها تجربه کلاهبرداری داره این کارو نمیکنه. یه شرکت درست میکنه به نام XYZ، میاد از صاحب زمین اونجا رو لیز میکنه، لیز 50 ساله 40 ساله، میگه من اینجا کازینو میسازم، کازینو میسازه، شما رو میاره، دیگران رو میاره، این برق میکشه، اون آسفالت میکنه، اون ساختمون میسازه، بعد که میبینه اینجا و خودش هم شروع میکنه پول میکشه از اینجا بیرون، پولهای کلون، دیدید دیگه بانک ها اینجا چجوری رفتن پایین. یکی از اون آدمایی که این بلا رو سر بانک ها میورد این آقای ترامپ بوده.
آره من میدونم آقای سوربی، حالا بله. چون وقت من یه جور مثال بزنم، آقای ترامپ که مبارزه، آخه وقتی شما مثال میزنید ببینید، شما مثال میزنید، حالا اون بیچاره ای که آمده باش، من در تایید شما میخوام مثال، خب میدونم، میگم ما اینجا همینو داریم، ما لین مکانیکال لین میرن میذارن روی ساختمون فلان. مثالی که میخواستم بزنم در تایید حرف شما که میگید آقای ترامپ حق بازه، در تایید اون میخواستم یه مثال بزنم. خب شما میخواید بگید یعنی امکان نداره کسی، امکان نداره این پول مردمو خورده باشه. من به شما میگم این شما اجازه نمیدید، من میخوام بگم خورده. خب اگه خورده دوتامون توافق میکنید. یه دونه شخصی در مبارزات انتخاباتی اومد گفت آقای ترامپ من برای شما یه زمین گلف ساختم پولش ندادی. آقای ترامپ گفت ازش خوشم نمیاد. آخه آره من فکر میکردم شما دارید میگید که اینجا نمیشه پول کسی رو خورد، میبریش دادگاه، میگن این طرف بلده چیکار کنه از قبل، بهش میگن شل کمپانی، شل کمپانی درست میکنه، خودش مسئونه، بچه‌هاش مسئونن، بعد شروع میکنن حقوق میگیرن از همین شرکتی که درست کردن، از همین پولایی که از بانک قرض کردن، ساختمون و اینا رو بدهکار میکنن، بعد که ول میکنن میرن، بله شما میری وکیلم میگیری، پول دادگاه هم میدی، سر خود من آمده وقتی میری دادگاه تازه وکیله میگه گود نیوز، خبر خوب، به جای هر یه دلار ما میتونیم براتون یک سنت بگیریم، همونم که میگیرن باور کنید، همونم که میگیرن میشه خرج دادگاه و اینا. اینه که افراد کوچولو و ضعیف میگه من امروز برم کار کنم چون حالا فردا قصه این ماشینه رو من میخواستم از اون کاره بدم، این پولمو خورده، اگه نرم ماشینم هم میبرن، خونم هم میبرن. و این کارو کرد، مردم خونه هاشونو توی آتلانتیک سیتی از دست دادن، ماشیناشون رو از دست دادن، زندگی ها از هم پاشیده شد. ولی تعریفی که شما از تولید داشتید برای من خیلی جالبه، من اینجا میخوام دوستانم اگه نظر دارن نظر بدن. من فکر نمی کنم تعریف تولید این باشه که من یه چیزی رو برم بخرم بیام ریتیل کنم، کشمش رو بخرم 5 دلار، بسته‌بندی کوچیک کنم بدم 1 دلار، سودی که میبرم، من ریتیل کردم، خرید و فروش کردم. تو شما برید گوگل کنید ببینید تولید معنی چیه. خب حالا همین رو میخوام به شما بگم، یعنی روی جنسی یه عملی انجام بدید که قیمتش بره بالا، یه عملی انجام بدید، یه کاری انجام بدید، بله، بسته‌بندی کنید. بله حالا اجازه بدید، طبق گفته شما اگه من دلار امروز بخرم، این دلارامو قشنگ بسته‌بندی کنم، فردا بیارم تو خیابون گرونتر بفروشم، شما دلاراتون یه کاری کنید که ازتون 2 دلار بخرن، شما تولید کردید. پس ایرانی‌ها تولیداتشون خیلی خوب شده، الان سکه و طلا رو خریدن، همشون هم بردن گذاشتن تو پلاستیکای خوب، فردا آوردن فروخت. ولی الان دولت داره یقشون رو میگیره، میگه شما جنایت اقتصادی کردید. دولت جنایت کرده آقای سوربی، یارو سکه خریده حالا 1,000,000 تا 1,000,000، بله، بعد یخش گرفتن اعدامش کردن. آخه دولت کجا خرید و فروش سکه که ممنون است، جواز هم نمیخواد. که شما تو ایران زندگی کردید میدونید، شما میخواید برید سکه بخرید، نه جواز میخواد نه هیچی، میخواید بفروشید هم نه جواز میخواد نه هیچی. آقا رفته پولدار بوده، از ضعف دولت استفاده کرده، رفته 1,000,000، حالا میگیم سکه خریده، اعدامش میکنید برای چی؟ اجازه بدید آقای مینوی، توی آمریکا خرید و فروش سهام غیر قانونیه؟ نه. چرا این آقا خانم مارتا استوارت گرفتن 6 ماه انداختن زندان؟ من خبر ندارم. آها، اگر اینو یکم مطالعه کنید ببینید، اگه من و شما بیان آقا صبحی، من چه احتیاج دارم برم خانم مارکرات استوارت رو مطالعه کنم؟ من میدونم خرید و فروش در سکه در ایران احتیاج به جواز نداره، هر کسی میتونه سکه بخره، هر کسی میتونه بفروشه. شما بخرید سکه نمیگن جوازتون کو، میبرید هم که به صرافی بیا با هم بفروشید، نمیگن جوازت کو. این آقا خریده بعد این مدر میخواسته بفروشه، اعدامش کردن آقای سوربی. بله میدونم، میدونم، یکی هم نبود، 3 تا بود، گرفتن اعدام کردن یکیشو. الان هم یه دادگاهی در ایران به نام دادگاه ویژه اقتصادی را افتاده که از قبل هم بوده، ولی نوبتاشو کم کردن، مثلا اون موقع 20 روز به شما اجازه میدادن فرجام خواهی کنید، الان 10 روز. ولی همین آمریکا اگر فردا بگن کامپیوتر کم شده، من و شما بیایم بریم 1,000 تا کامپیوتر بخریم بذاریم توی استوریج،
بعدم افتخار کنیم که ما تولید کردیم، نگه داشتیم، الان داریم به نرخ میفروشیم. خریدیم هزار احتکار... دلار. یعنی از قول من شما دارید میگید من احتکاری که میگم یعنی احتکار یعنی تولید؟ نه نه نه، من میگم یه جایی خرید معقول. این احتکار این تولید نیست که. اونا هم این بعد برمیگردیم به تعریفا. مثل اینکه روشنفکرای ما تمام همه رژیم رو مسخره میکردن. رژیم میگفت آقا کارگر در سود کارخانه شریک بشه، میگفتن هی 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 کارگرا در سود کارخانه شریک بشه، زنا حق رای داشتن، میگفتن هی 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 بتونم گفت مخالفم. نه اگه رژیم ها حساسیت نشون ندن، اگه رژیم ها حساسیت نشون ندن قضیه رو مخالفت میکنی. بلکه حرف خود آقای ترامپ یه تاجر زرنگ قالتاقه، کسی در این مورد شک نداره که من شما نمیخوام اینو به هم ثابت کنیم که این واضحه، همه میدونن از این قالتاقی میخواد در رئیس جمهوری استفاده کنه. این کار درستی نیست و این کاری که میکنه بعضی جا مثمر ثمر میشه، بعضی جا زیان‌آور میشه. بسیار ممنونم. خب آقا اصلا من و شما دوتامون با هم موافقیم و شما چقدر خوبه خودتون میگید این یک تاجر قالتاقه و من دارم به شما میگم که کجای دنیا میان یه تاجر قالتاق رو میارن میگن حالا تو بشو برای ما یه سیاستمدار خوب، امکان نداره و نشونیش همین. نه آمریکا نیاورده آقا، حالا یکی یکی ماجرا میاد روی به اصطلاح چیز میز معلوم میشه. آمریکا نیاورده، جریاناتی که اینو آوردن و اینها یکی یکی الان معلوم میشه و این که آمریکا الان به این روز افتاده که شما یک نفر رو نمیتونی پیدا کنی که بخواد برای این آقا کار کنه. مگه این من نگو بهترین ها رو میارم؟ هنوز بعد از 2 سال نتونسته کابینه اولیش رو فول به اصطلاح وزیر و اینها بیاره بذاره، نمیتونه، نمیان. طرف اون شوهر این خانمه هست که با وجودی که ریپابلیکنه برخلافش مینویسه، چون درست مینویسه، مینویسه این کاری که ترامپ امروز میکنه به طرف میگه آقا با دولت همکاری نکن غیر قانونیه، ولی چون علنی میکنه ما برامون معمولی شده. همین هفته پیش به منفورد و به اون یکی دیگه گفت که به اون استون، راجر استون، گفت شما خوب کاری میکنین که با دادگاه. اصلا کجای دنیا شما دیدین یه نفر رئیس 3 تا قوه باشه به مردم بگه با این همکاری نکنید؟ در صورتی که باید بگه همکاری کنید، اینا مورد اطمینان منن. حالا امیدوارم من اشتباه کنم. بله. این که ملت امریکا ترامپ رو انتخاب کرده که در این که شکی نیست که. چرا عزیز من شکه؟ اگر شما انتخاب کرد آقای ترامپ، اجازه بدید، اگر شما با اون الکترو چیز کالج دقت کنید و نوع انتخاب، 3 میلیون این آقا از لحاظ رأی عمومی رأی کم آورده و این اشکال فقط الان نیست، دوره جورج این قانون امریکاست. این بله ترامپ خودش در نیاورده که این نقص در قانون امریکاست که یه چیزی گذاشته که اون مهمه. بله. تعداد آرا میشه در درجه دوم. بله خب همین اشکالیه که جورج بوش رو هم سر کار آورد و اونم باز رأی عمومی رو نیاورد ولی رأی این به اصطلاح کالج الکترال آورد که اینا میگن معمولا هم از لحاظ تقسیم بندی ایالت ها کاری میکنن که اون جوری که خودشون میخواد انجام بشه. حالا از همه هم اینا مهمتر که اینا دیگه سال 2006 آقای روسیه هم بیکار ننشسته بوده. در صورت من ممنونم از شما، من ساکت میشم، شما هر به اصطلاح من دیگه وقتی ندارم. خب بدم نبود با هم گفت و شنود داشتیم. اینی که این دوستمون میگه هم ایران احتیاج داره بگه آمریکا دشمن ما تا مردم رو با خودش نگه داره و هم آمریکا احتیاج داره بگه ایران دشمن تا اسلحه ها رو بفروشه. شما... مردم به نفع مردم، این مردم ایران کار نمیکنه. مردم ایران وقتی پرچم امریکا رو میذارن که مردم از روش رد بشن، لغت نمیذارن رو پرچم، از روش جا میپرن یا کنارش رد میشن. بله اونم من دیدم ویدیو، ولی بحث اینه که شما فکر میکنید اگر جنگ شد آخوندها باز مثل قبل مردم رو نمیکشن به طرف خودشون و بگن باید در مقابل حمله خارجی ها مقاومت کنیم؟ طبیعیست وقتی که جنگ بشه مردم
یه دی زیاد میرن طرف آخوندا از رژیم از میهنشون دفاع کنن، ولی چون ربطی به این قضیه داره، آخوندا مردم از آخوندا متنفرن و هر روزی مردم ایران وقتی یه مخالفت میکنن با آخوندا میگیرن کلشون میبرن، مثل فرانسه نیست که بیان مخالفت کنن فقط آب بهشون بپاشن یا گاز اشکا بر بندازن که. خب آقای مینوی، آقای اکبری مشکل من و شما رو حل کرد، میگه که دلیل اعدام سلطان سکه ایران ندادن سهم برادران لاریجانی و اژه‌ای بود، یعنی اگه به اونها خب خوبه که ما این دوستان رو داریم. در اصل ممنونم از شما دوستان عزیز، باز هم هفته آینده با آقای مینویی خواهیم بود. اگر سوالی داشتید، نظری داشتید، یا با شماره تلفنی که اینجا نوشتیم 281-835-3063 تماس بگیرید، برای ایشون پیام بذارید، یا با info@mardomtv.com یا با پرویز مینویی @mardomtv.com یا با شماره تلفن ما. دیگه همه چیز فراهمه، فقط تنها دلیل احتمالاً تنبلی دوستان هست. من از شما ممنونم آقای مینویی. من از شما ممنونم، بحث بسیار جالب بود، چون که اگه من بگم این خوبه شما بگید این خوبه که بحثی پیش نمیاد، باید من بگم این خوبه شما بگید تا بحث کنیم، تا بحث خوبی بود. خیلی ممنون، مرسی، موفق باشید، امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی بودیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یا اگر برنامه های مورد علاقتون هست از جاهای دیگه حتی میتونید اینجا بازپخش کنید. ما هم همینجا برنامه های زنده امروز رو به پایان میبریم و بارها گفتم که شما هم میتوانید اینجا برنامه داشته باشید و نظرات خودتون رو به دیگران هم بگید. ممنون که با ما بودید، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و برنامه بعدی میشه روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، سربی با مردم. روز و روزگار بر شما خوش.